همکارم بهاره خدابنده از شهر ادینبرا در اسکاتلند با ما همراه شده. بهاره، از تو بشنویم که آخرین نتایج این انتخابات چیه و نتایجی که رقم خورده چه معنی داره برای حزب استقلال طلب اسکاتلند؟ درسته. خب نیوشا، همونطور که خودتم گفتی هنوز شمارش تمام نشده، اما ما در این مرحله میتونیم به قاطعیت بگیم که احزاب استقلال طلب موفق شدن که در این انتخابات اکثریت کرسی های این پارلمان، ساختمون که پشت سر من هست الان، رو به دست بیارن. عددی که تا الان منتشر شده 63 کرسی حزب ملی اسکاتلند تونسته به دست بیاره. حزب سبز ها که اونها هم حزب استقلال طلب هستن، 2 کرسی تونستن به نام خودشون بکنن. احزاب حزب در واقع محافظه کار تونسته 12 کرسی به اسم خودش بکنه، حزب کارگر 6 کرسی و حزب لیبرال دموکرات ها هم 4 کرسی. منتها خب هیچ کدوم از این عددا به تنهایی مفهومی نداره، به این علت که این انتخابات درباره اینه که آیا مردم اسکاتلند میخوان که رفراندوم استقلال دوباره بار دوم برگزار بشه یا نه. برای همین هم مجموع این حزب ها هستش که کرسی هایی که به دست آوردن میتونه مفهوم پیدا بکنه، که خب در مجموع میبینیم که الان حزب ملی اسکاتلند 63 کرسی به دست آورده و حزب سبز ها 2 کرسی، بنابراین 65 کرسی که لازم داشتن برای اینکه بتونن لایحه رفراندوم استقلال در این پارلمان رو در واقع تصویب برسونن در این پارلمان رو تونستن به دست بیارن. اما نتایج نهایی رو شبکه بی بی سی اسکاتلند پیش بینی کرده که اون هم در نهایت اینطور میگه که احزاب استقلال طلب میتونن 71 کرسی رو از آن خودشون بکنن، در مقابل احزابی که مخالف استقلال در اسکاتلند هستن که اونها 57 کرسی میتونن که از آن خودشون بکنن، که خب اینشون دهنده اینه که از اینجا به بعد فشار بر لندن زیاد خواهد شد برای اجازه برای برگزاری مجدد رفراندوم استقلال. بهاره، احزاب استقلال طلب در اسکاتلند چه سیاست‌های خارجی رو مد نظر دارن؟ ببین، خب بخش بزرگی از این که اصلا این رفراندوم استقلال دوباره مطرح شده این مسئله برگزیت. ما میدونیم که در رفراندوم برگزیت بیشتر 60% مردم اسکاتلند رأی داده بودن که در اتحادیه اروپا باقی بمونن. برای همین هم الان این سیاست خارجی برجسته‌ای که سرش بحث میشه این هستش که بتونن باز دوباره تلاش کنن اسکاتلند رو به اتحادیه اروپا برگردونن. اما من گفتگویی داشتم با پال مکلنن، یکی از نماینده‌های کاندیدهای حزب ملی اسکاتلند، حزب SNP، که موفق شد که کرسی رو از حزب کارگر بگیره و پیروز شد در این انتخابات. اگر موافق باشه حرفایی رو در مورد سیاست‌های دیگه‌ای که پیشنهاد می‌کنن بشنویم و برگردیم. چند مورد در سیاست‌های خارجی بریتانیا وجود داره که من رو نگران می‌کنه. به عنوان مثال، سیاست‌هایی که در قبال پناهجوها مطرح شده به نظر من مخربه و از طرف نهادهای حمایت از پناهجوها هم مورد انتقاد قرار گرفته. مثلا دولت مرکزی بریتانیا حتی از تبعید پناهجوها به مناطق دورافتاده حرف می‌زنه، کاری که به نظر من شباهت به کارهایی که دونالد ترامپ می‌کرد داره. ما باید به این نگاه کنیم که مشکل در جاهایی که پناهجو ازش میان چی است و اونها رو بپذیریم. حتی یکی از نماینده های حزب ما به عنوان پناهجو به این کشور اومده و من به این افتخار میکنم. پناهجوها کمک زیادی به اسکاتلند میکنن. مسئله بعدی که مدت هاست سرش صحبت هست مسئله سلاح های هسته‌ای بریتانیا است که در اسکاتلند انبار شدن. حزب ما مطلقاً مخالف سلاح های هسته‌ایه و این موضوع در یک اسکاتلند مستقل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما میتونیم روش نروژ، دانمارک و فنلاند رو الگوی خودمون قرار بدیم. میتونیم به تلاش ها برای برقراری صلح در جامعه جهانی کمک کنیم. ما تلاش خواهیم کرد اسکاتلند به عنوان کشور صلح طلب دیده بشه. این در حالی که به نظر من بعضی سیاست‌های خارجی لندن خصومت طلبانه است. علاوه بر اینها پیوستن به سازمان‌های مثل سازمان ناتو هم در لیست پیشنهادات حزب ملی اسکاتلند وجود داره. اما در نهایت اینکه اسکاتلند چطور در جامعه جهانی پذیرفته بشه و آیا اصلا بپذیرنش به عنوان یک کشور مستقل یا نه و در این سازمان‌ها اجازه ورودش داده بشه یا نه، به این بستگی داره که بریتانیا چطور این رفراندوم رو باهاش برخورد می‌کنه و آیا می‌پذیره اصلا که این رفراندوم به طور قانونی برگزار بشه یا نه. ممنونم از تو بهاره خدابنده، همکارم از شهر ادینبرا که برای پوشش انتخابات اسکاتلند به این شهر سفر کرد.